ابو حنیفه رحمه الله اختلاف وجود دارد، ولی صحیح این است که این کتاب رو خود امام ابو حنیفه رحمه الله تألیف کردند و این کتاب از آن امام ابو حنیفه رحمه الله است. این است که امام ابو حنیفه رحمه الله کتابی تألیف کردند و اسمش رو گذاشتن در باب اعتقاد، در باب مسائل اعتقادی، و اسمش رو گذاشتن الفقه الاکبر، یعنی دانش بزرگ. این فقه اکبر در برابر فقه اصغر، یعنی دانش کوچک و دانش کوچکتر مطرح است. از اونجایی که مسائل اعتقادی اساس هستند در دین اسلام، اونها رو دانش بزرگ میگن، و چون مسائل فرعی و عملی فرع هستند در برابر فقه اکبر و فقه بزرگ، اونها فقه کوچک گفته میشه. پس اعتقاد اسلامی اساساً، عقیده اسلامی این نامه ها رو با خودش داره. یکی بهش میگن عقیده اسلامی، یکیش بهش میگن اصول از سنه، یکی بهش میگن اصول دین هم میگن، و بهش الفقه الاکبر هم میگن. نامه های دیگری هم که کمتر متداول هستند و رواج دارند وجود دارند به نام الدین، الشریعه، اینها رو هم ذکر کردند علما. و هدف از الدین و الشریعه وقتی که ذکر شده همون مسائل اعتقادی اومدن. اما به هر حال این عقیده اسلامی، اون چیزی که به نام عقیده اسلامی مطرح بود در صدر اسلام، بعد از این که خیر القرون یعنی سه قرن اول و سه نسل اول اسلام منقضی شدن، گروه های مختلف ایجاد شدن که هر یکی مدعی این شدن که ما پیروان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و دارای عقیده اسلامی هستیم. از اینجاست که گروهی در همین زمان که گروه های مختلف نامه های مختلف رو بر خودشون نهادن و همهشون مدعی عقیده اهل سنت و جماعت بودن، یا به عبارت دیگر عقیده اسلامی بودن، گروهی اومدن و گفتن که ما در این راستا که هر کس از فردی اطاعت می کند و از گروهی اطاعت می کند، ما اهل سنت و جماعت هستیم. ببینید، در میان مسلمانان ما در وهله اول مسلمانیم، ولی چون نام مسلمانی با افکار و اعتقادات مختلف آغشته شده و گروه های مختلف مدعی اسلام و مدعی مسلمان بودن هستند، اونهایی که اسلام راستین رو میخواستن دنبال بکنن اومدن نامشون رو اهل سنت و جماعت گذاشتن تا از گروه های دیگر و از فکرهای دیگر و از اندیشه های دیگر اساساً متمایز و جدا بشن. این است که اهل سنت و جماعت همون پیروان واقعی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و جماعت صحابه و تابعین و تبع تابعین هستند که ما در این زمینه به تفصیل سخن خواهیم گفت. گروه های دیگری که بعد از سه قرن اول اسلامی ایجاد شدن، برعکس اهل سنت و جماعت که اهل سنت و جماعت اساسا نام خودشون رو از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اخذ کردن و گرفتن و نامشون رو از جماعت و جمع مسلمانان یعنی صحابه رسول خدا صلی الله علیه و سلم و تابعین و تبع تابعین گرفتن، گروه های دیگر نامشون رو از اشخاص و افراد و عملکردشون گرفتن. مثلا گروهی به نام خوارج، نامشون به این خاطر خوارج هست که بر حکام خروج میکردن و علیه حکام میجنگیدن. گروهی به نام روافض، اینها رو به این خاطر رافضی میگفتن به خاطر اینکه اینها زمانی که زید بن علی بن حسین رضی الله تعالی عنهما قیام کرد و در برابر حکومت جائر و ظالم آن زمان ایستاد، گروهی اومدن گفتن ما به شرطی از توی زید بن علی بن حسین اطاعت میکنیم که تو امامت ابوبکر و عمر رو نپذیری و ابوبکر و عمر رو بد و بیراه بگی. زید بن علی رضی الله تعالی عنه گفت من هرگز این کار رو نخواهم کرد که امامت ابوبکر و عمر و خلافت ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنه رو نپذیرم. در نتیجه اینها رفضوه در زبان عرب اومدی، اینها اومدن و ترک کردن زید بن علی رو، و اینها در تاریخ به نام رافضه و به نام روافض معروف و مشهور شدن. گروهی مانند اشاعره در تاریخ میان، یا اشعری ها در تاریخ میان، که اشعری ها اساسا در مباحث کلامی و در مسائل اعتقادی پیرو و دنبال روی شخصی به نام ابوالحسن اشعری هستند. یعنی میان در اعتقادات و در مسائل اعتقادی، یعنی از این امام ابوالحسن اشعری
پیروی میکنن. هرچند امام ابوالحسن اشعری رحمه الله در پایان حیاتش از اون اعتقادات قبلیش برگشت و کتابی تألیف نمود به نام الابانه فی اصول دیانه و بر اعتقاد اهل سنت و جماعت برگشت، اما به هر حال پیروان ابوالحسن اشعری همچنان بر اون اعتقاد ابوالحسن اشعری موندن و تا امروز به عنوان اشاعره یا اشعری ها در تاریخ وجود دارن. یا گروه دیگر به نام ماتوریدی مطرح هستند و ماتوریدی ها اساساً پیروان شخصی به نام ابو منصور ماتوریدی هستند. یا گروهی به نام جهمی یا جهمی ها در تاریخ اسلام مطرح هستند که اینها اساساً پیروان شخصی به نام جهم ابن صفوان هستند. و به این ترتیب غیر از اهل سنت و جماعت که در نامگذاریشون پیرو به سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و پیرو به جماعت صحابه و جماعت تابعین و تبع تابعین هستند که ما با مستدل و مستند در این زمینه سخن خواهیم گفت، سایر گروه ها یا نامگذاریشون بر اساس عملشون هست، مثل خوارج که چون بر حکام خروج میکردن اسمشون خوارج گذاشتن، یا بر اشخاص هست مثل جهمی ها که پیروان جهم ابن صفوان و اشعری ها که پیروان ابوالحسن اشعری و ماتوریدی ها که پیروان ابو منصور ماتوریدی هستند. پس به هر حال وقتی که این گروه های مختلف اومدند و عرض اندام کردن، گروهی به نام اهل سنت و جماعت یعنی مسلمانان و اون سواد اعظم مسلمانان و اون گروه بزرگ مسلمانان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از اونها با نام سواد اعظم و گروه بزرگ یاد کردن، خودشون اهل سنت و جماعت نامیدن. یعنی چی؟ یعنی در اعتقاد و در عمل، در منهج، در حرکت، در همه چیز پیروان سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و پیروان جماعت صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هستند. و این رو هم با دلیل و استدلال انتخاب کردن. اینطوری نیست که وقتی که ما میگیم که اهل سنت و جماعت، لفظی در هوا ما داریم تکرار میکنیم یا بدون استدلال و بدون استناد و بدون منطق مدعی این هستیم که ما اهل سنت و جماعت هستیم، بلکه ما رو میگن اهل سنت به خاطر اینکه ما مدعی این هستیم اساسا که ما پیرو سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستیم و شواهد و دلایلی که ما رو راهنمایی کرده و به ما دستور داده که ما از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیروی و اطاعت بکنیم، در قرآن کریم و در سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ده ها بلکه صد ها مورد ذکر شده که ما به ذکر بخشی از اونها اکتفا میکنیم تا اینکه بدونیم هنگامی که ما میگیم ما اهل سنت هستیم، مدعی این هستیم که ما اهل سنت هستیم، آیا این ادعای ما همراه با دلیل هست یا نه؟ ما در هوا ادعا میکنیم که پیرو سنت هستیم، یا این نامی است که استدلالی برای این نام وجود ندارد، بلکه ما میگیم این نامی است که ما بر خود گذاشتیم که درش استدلال داریم از قرآن خدا و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. قرآن کریم میفرماید من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و حسن اولئک رفیقا. کسانی که از خدا و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اطاعت بکنن، اینها با منعم علیهم، با کسانی که خداوند بر اونها انعام کرده که نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین باشن، حش خواهند شد. و در پایان میگه و اینها رفیقان و دوستان خوبی هستن. پس ما وقتی که میگیم اطاعت از پیامبر میکنیم، به خاطر اینکه خداوند گفته اطاعت از خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم بکنیم. قرآن کریم میفرماید در جای دیگه من یطع الرسول فقط اطاع الله. هر کس از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اطاعت بکند، در حقیقت از خدا اطاعت کرده است. در جای دیگه میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله والرسول و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ای کسانی که شما ایمان آورده اید، از خدا اطاعت بکنید و از رسول خدا اطاعت بکنید و اعمالتان را باطل نکنید. یعنی چی؟ یعنی اگر شما عملی انجام دادید که درش اطاعت از خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نباشد، اون عمل شما عمل چی هست؟ باطلی است. در جای دیگه میفرماید من یعص الله و رسوله و یتعدى حدوده یدخله نارا خالدا فیها. هر کس از خدا و رسول خدا نافرمانی بکند و از حدود خدا و رسول خدا تجاوز بکند، خداوند او رو وارد جهنم، برای همیشه وارد جهنم می نماید. پس
در مجموع قرآن در آیات مختلف به ما گفته پیرو خدا و رسول خدا صلی الله علیه وسلم باشیم. اونجایی که میفرماید و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اون چیزی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم به شما میدهد دستور میدهد بگیرید و اون چیزی که شما را از آن باز میدارد شما باز بیایید. پس آیات ولکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم آخر و ذکر الله کثیرا برای شما.